و اما برگردیم به هندوستان. قبل از اینکه حرکت بکنه به طرف ایران، پادشاه هندوستان چند تا کنیز میاره تو چادر نادرشاه و بهش میگه که از این کنیزایی که انتخاب کن، یا انتخاب کن همش رو انتخاب با خودت ببر ایران. نادرشاه میگه نه، من همچین کاری نمی کنم، من کنیز نمیخوام، ولی اگر میونه این خانوما، این زنا، کسی هستش که با میل خودش بخواد با من ازدواج بکنه یا با سربازای من یا با سردارای من ازدواج بکنه، اون یه امر دیگه است. ما ایرانی ها هیچ وقت چیز نمی کنیم، برده نمی بریم با خودمون جایی، نه، بایستی که با میل خودشون باشه. و از قضا تو اون چادر که بود چند تا برده بود و اینا، این داشته این برده ها رو تماشا میکرده، یه خانومی رو میبینه اونجا که یه دونه خنجر قایم کرده بوده. این خانوم به این خانوم میگه بیا جلو، میگه که این به من بگو ببینم که این خنجر چیه، اینجا داستان این خنجر چیه. این زنه میگه آره، من روزی روزگاری بود که یکی از سردارای مغول اومده بود خواستگاری من، ولی من علاقه نداشتم، این بود که منو به زور با خودش برد به قلعه خودش و گفتش که تو بایستی با من ازدواج بکنی. گفتش که شب ازدواج که میشه، من این خنجر رو که کنار این افسر مغول پیدا به اصطلاح قرار داشت، این رو من برمیدارم و با اون خنجر این سردار مغول رو چیز میکشم و فرار میکنم از اون قلعه و میام به طرف به اصطلاح پادشاه هندوستان. میگه که اسمت چیه؟ میگه من اسمم ستاره است، من مذهبم هم مسیحیه. خلاصه هم ستاره از نادرشاه خوشش اومده بود، هم نادرشاه از این خوشش اومده بود. اون شب تصمیم میگیرن با هم ازدواج بکنن و در زمین هم بهتون میگم اون چیز نادرشاه خیلی محبوب بوده بین اون زنا، یه حرمسرای چیز پادشاه هندوستان، چون خیلی آدم قاطع، خیلی قدرتمند، مصمم و از یه طرف هم خیلی رفتارش خیلی انسان دوستانه بوده. خلاصه این ها داشتن برمیگشتن به طرف ایران. از یه طرفی اطرافیان رضاقلی ولیعهد ایران که در غیاب نادرشاه قرار بود که ایران رو اداره بکنه، یه سری اطرافیان چاپلوس دورش بودن که بهش گفتن، اطلاعات اشتباه دادن، گفتن که پدرت هندوستان کشته شده و تو بایستی خودتو آماده بکنی برای اینکه پادشاه ایران بشی و یه ارتشی برای خودت درست کنی. این یه ارتش چند هزار نفره درست میکنه، لباسای آنچنانی تنه این سربازا میکنه و چیز خودشو یواش یواش آماده میکنه برای پادشاهی. اگه طرفم این اطرافیانش بهش میگن ببین این شاه طهماسب هنوز زنده است و بچه هاش هم زندن، ممکنه که تو وقتی که پادشاه ایران شدی اینا هوس بکنن که تو رو بکشن و خودشون پادشاه ایران بشه، بنابراین به نفعته که تو شاه طهماسب رو هم چیز بکنی و بچه هاشو از بین ببری. اینی که چند تا از این سربازا از طرف این اطرافیان رضاقلی حرکت میکنن به طرف کاخ شاه طهماسب، اونجا این شاه طهماسب که الان دیگه پیر شده بود، نابینام تقریبا شده بود، با بچه هاش از توی اون کاخ بیرون میکشن و تیکه تیکش میکنن و همه رو میکشن. نادرشاه وقتی که میرسه ایران و
این اخبار به گوشش میرسه خیلی عصبانی میشه، به خاطر اینکه میگه که من به پسرم رضا قلی سپرده بودم که رفتارش انسان دوستانه باشه، این چه حرکتی بوده؟ اینی که تصمیم میگیره که اینو خلع لباسش بکنه و به جاش پسر کوچیکتر خودش به نام نصرالله اونو چیز ولیعهد بکنه.